زندگی در نور. دوستان عزیز، از زمانهای قدیم هر کشوری در مرزهای خود دیدبانهایی قرار می‌داد تا حرکات نظامی کشور مقابل را بررسی کرده خود را برای هر گونه تهدید و یا حمله نظامی آماده نماید تا غافلگیر نشود. در زمان جنگ دیدبانی اهمیت بیشتری داشت، چرا که هر لحظه ممکن بود دشمن به مواضع آن کشور حمله کرده آنها را متحمل خسارت‌های شدید مالی و جانی نماید. در زندگی روحانی نیز وضعیت به همین شکل است. از آنجا که حفاظت از جان انسان‌ها برای خداوند مهم و ضروری است، خداوند در کلامش در کتاب حزقیال فصل سوم آیات 17 تا 20 می‌فرماید: ای پسر انسان، من تو را برای خاندان اسرائیل به دیدبانی برگماشتم. هرگاه کلامی از دهان من بشنوی، باید از جانب من به دیشان هشدار دهی. اگر من به مرد شریر بگویم به یقین خواهی مرد و تو به او هشدار ندهی و به جهت برحذر داشتن او از طریقهای شریرانه سخن نگویی تا جانش را برهانی، آن مرد شریر در گناه خیش خواهد مرد، اما من خون او را از دست تو خواهم طلبید. اما اگر تو به آن مرد شریر هشدار دهی و او از شرارت یا از طریقهای شریرانش باز نگردد، او در گناه خود خواهد مرد، اما تو جان خود را خواهی رهانی. برادران و خواهران عزیز، پس مراقب باشیم. امروز مسئولیت مهم و جدی بشارت خبر خوش و یا همان انجیل به ما سپرده شده، تا جایی که عیسی مسیح به ما در انجیل متی فصل 28 آیه 19 فرمان می دهد: بروید و همه قوم ها را شاگرد سازید. آمین.